چرا این همه سختی در دنیا هست؟ اگه خدا واقعا نیکوست، پس چرا اینقدر سختی و مشکلات در دنیا هستش؟ برای جواب این سوال برگردیم به آفرینش، به پیدایش، جایی که همه چیز آغاز شد. و وقتی که خدا زمین آفرید و حیوانات آفرید و پرندگان و طبیعت، گفت نیکوست. و وقتی آدم و حوا را آفرید، گفت که نیکوست. چون خدای ما خدای نیکوست، ذاتش نیکوییه و آنچه که آفرید نیکوست. و این زمین و این بهشت یا اون قصری که درست کرد، کلیدش رو داد دست آدم و گفتش که تو مواظبت کن از این زمین، تو حکومت کن و حتی بر حیوانات و پرندگان تو حکومت کن و نامگذاری کن اونها رو. پس همه چیز عالی بود، ولی اتفاقی که افتاد، شیطان اومد و اونها رو فریب داد و اونها از خدا نااطاعتی کردن و حرف شیطان رو گوش کردن و اون کلیدی که خدا به آدم داده بود، آدم اون کلید رو به شیطان داد و در نتیجه شیطان رئیس این جهانه. شیطان داره حکومت میکنه روی این زمین و شیطان میخواد ما انسانها رو فریب بده که خدا رو نشناسیم، نیکوی خدا رو نشناسیم. داره من و شما رو فریب میده و داره میگه که ببین خدا بده و تمام این شر و این مشکلات و این سختی ها همش زیر سر خداست، که اینطور نیست. من و شما میدونیم که تمام بدی از شیطانه و شیطان میخواد که شما رو گمراه کنه، شیطان میخواد شما رو به هلاکت ببره، اون نیکویی رو از شما بدزده و در نهایت شما رو نابود کنه. این آنچه که شیطان داره انجام میده. ولی عزیزان فریب نخورید، خداوند حقیقتاً نیکوست. ولی در این حال ما قدوسیت خدا رو میبینیم. از همون ابتدا وقتی که آدم و حوا گناه کردن و خدا حکومت خودشون از دست دادن، نه اینکه خدا گرفت و اونها رو بیرون کرده از بهشت، از باغ عدن اونها رو بیرون کرد. حالا آدم میتونست برگرده بگه خدای تو چقدر نیکو هستی، چرا منو بیرون کردی، حالا چرا من باید سختی بکشم، به عرق پیشونیم باید نان بخورم، چرا من لعنت شدم، چرا چرا چرا. و میبینیم که این نتیجه گناه هستش. این مشکلات از همون ابتدا، قدوسیت خدا نمیتونه گناه رو تحمل کنه. ذات خدا پاکه، در او هیچ ناپاکی نیست، در او هیچ بدی نیست در خدا. و خدا میخواد من و شما رو هر روزه محبت کنه، ولی مانعی هست و این مانع رو عیسی مسیح برداشت روی صلیب و توسط عیسی مسیح ما میتونیم به خدای قدوس وصل بشیم، خدایی که نیکوست و تمام نیکویی و زیبایی در خدا نهفته است. در مزمور 145 آیات 89 میگه خداوند فیاض و رحیم است، دیر خشم و آکنده از محبت. خداوند برای همگان نیکوست و رحمت او بر تمامی کارهای دست اوست. وقتی آفرینش رو میبینیم، رحمت خدا رو میبینیم. وقتی طبیعت رو نگاه میکنیم، زیبایی طبیعت و زیبایی پرندگان و ماهیان و حیوانات رو وقتی میبینیم، اون نیکویی و عظمت خدا رو مشاهده میکنیم.
و در مزمور 34 آیه 8 میگه بچشید و ببینید که خداوند حقیقتاً نیکوست. میتونم خیلی دلایل بیارم که چرا در زندگیاتون مشکلات هست، سختی هست. میتونه بیمانی باشه، میتونه یک لعنت باشه، میتونه گناه باشه، میتونه نتیجه گناه باشه و و خیلی چیزها میتونه باعث بشه که سختی ها و مشکلات در زندگی های ما بیاد. ولی یک چیز، یک دلیل هست که ما نیکویی خدا رو تجربه نکردیم، اینه که خدا رو نشناختیم. وقتی که خدا رو بشناسید، وقتی که واقعا به خدای قدوس وصل بشید، هر روز باش صحبت کنید، کلام رو بخونید و بذارید توسط کلام اوش با شما صحبت کنه، وقتی این خدا رو میشناسید، نیکویی او رو میشناسید و هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه، چون حقیقتاً خدا نیکو.